ضربات کوبنده مقاومت فلسطین بر ملاج سگونیستا یکی از جنرال های بلندپایه ارتش سگونیست میگه که شکست دادن حماس در شمال خیلی سخت شد یودیوت آهارونوت اعلام کرده که باید بپذیریم که نمیتونیم حماس رو شکست بدیم جو ناامیدی و یس در اردوگاه سگونیستا تلفات گسترده سگونیستا که از جنبه خودروهای زرهی و تانکا و چه نفرات شیپالدرهای زیادی روی دست سگونیستا مونده از سمت دیگر بچون مقاومت لبنان هم کماکان دارن با سگونیستا دست و پنجه نرم میکنن شیران رام نشدنی یمن ما جذابیت های زیادی از نبرد رسانه یمنی ها با سگونیستا داریم کلی عروسی و جشن فارغ و تحصیلی بر روی کشتی سگ نیستی در بندر هدیده انجام شده خبرهای دیگه داریم جهان برای دشمنان ایران جای ناام نیست چه سگونیستا چه یانکیای های بی پدر و مادر و چه توفاله های آنها حمله گروهی خودجوش در اروپا به مقر توفاله های خلق تا خبرهای دیگه دوستان عزیز البته در طول برنامه هم بریش داشته براندازان دوپیلی سخت خواهیم خندید گویا این تلورزی باندم خاندید اتاق بازرگانی شده رونی که سنگ پا قذوینه و سعی میکنیم در این رابطه هم سخنانی با شما داشته باشیم و مسائل روز خواب دوستان با شنیدن تیتراج برنامه مثل همیشه با اقتدا به مولایم امام علی یا علی میگیم و میریم تو کارش سلام ایرانیان سلام تنان ما در باکو تالش نقجوان سلام سلام هم همزبانان در کشمیر هندوستان پاکستان تاجیکستانی های عزیز افغانستانی های گرامی فارسی زبانان در سمرقند بخارا فرخانه شیعیان کووید بحرین القتیف جنوب عراق جنوب لبنان بچون انصار الله یمن شیخ زگزاگی و یارانش و سرتاسر دنیا اونایی که صدای ما رو میشنون ایزن سلام بر میفر مقامت سلام بر بچون هماز جهاد اسلامی سلام بر حزب لبنان سلام بر شیران رام یمن بر آرون بوام سلام بر هشت شبی قهرمان و تمامی ملت های آزادی و عدالت طلب در سرتاسر جهان که امروز بر علیه سگونیست های آدم هرک و یانکی های بی پدر و مادر در حال اعتراض هستن سلام مرا پذیرا باشید دوستان عزیز در همین ابتدای ام هم. کلیک باز لایک و نمیدونم اشتراک گذاری کنید کمک کنید به دیده شدن برنامه های ما اون دوستانی که سابسکراب نکردن خصت به سابسکراب کنید یک کانال تلگرامی داریم به نام سلام ایرانیان کلی مطلب و خبر و مسائل روز قرار میدیم لینکش رو در زیر ویدیو قرار میدم در قسمت کامنت ها هم پین میکنم اما بریم سراغ شعارهای روزانه مون خاک بر سر زیبا کلام ای ای خیلی مهم ای واید واید مهم خرد کپو تاج زاده حسن قولی دوست ای داد بیداد چاردن ملیار قولیان برد نادرست یعنی شطر با بارش بردن هشت سال مستجر مجتمع سعدآباد بوده کاخ ریاست جمهوری بعد خالیاش هم بدزدی دیگه خود این گنده چای دبشم دیگه از گور اونا بلند میشده و لعنت بر آل صهیون لعنت بر یانکی های بی پدر و مادر زنده باد فلسطین زنده باد قدس لطفا با این شعارا دل ما رو خنک کنید من جمله دل خودتونم خب دوستان الان بریم پی کارش بریم تو کارش بریم مینه کارش <applause> خب دوستان آقا سگونیستا از شمال عقب نشینی کردن دامشون گذشتن رو کولشون فرار کردن چونم دارن میگن آقا ما نمیتونیم پیروز بشیم هی هلو نمیتونیم دو رو شکست بدیم اینا یه مش سیاسی بودن دو پیلی بودن روز اول یه سری شعار دادن آی ما میخوایم بریم اما از بین ببریم این کنیم و اون که حالا ارتش مونده توش تلفات گسترده لشک میارن شیپالدر شدن یه سلاحی هم هست تکتیر انداز بزرگ به اسم غول قصاب یعنی سگونیستا رو میدوزه به هم و تلفات سگونیستا خیلی زیاد شده الان جنگ تمرکز کرده رو جروب به خصوص خانیونس. در شمال غزه ما میدونستیم شکست میخورن چرا چون تراکم جمعیت اونجا بسیار بالا خفناک بعد بچه هم خو آمادان اینا اول سیاستشون این بود که از شمال جنگ شروع کنن بعد مردم کوچ بدن جنوب بعد بفرستن مصر دیدن مردم غزه نمیشه باشون شوخی کرد مردم با ایمانیان با اصالتن ریشه شونه جای نمیرن امروز یه کلیپی میدیدم یه زنی تمام اعضای خانوادش از دست داده گفته اگر فکر کنید با کشتن عزیزان ما ما دست از مقاومت برمیداریم و حمایت از قسام کور خوندید ما تا پای جان بر علیه شما مقاومت میکنیم همچین رویه ای وجود داره همچین جسارتی وجود داره این مبارزه مبارزه حماس و جهاد اسلامی با سگونیستانیست این مبارزه تاریخی ملت فلسطینه امروز هم میبینیم شعله های نبرد در جنین پول الجلیل نابلس و جاهای مختلف در کرانه باختری هم شروع شده خب حالا سنگونیست دکتورینشون عوض کردن دکتورین نظامی اومدن پایین تاکتیک جنگیشون رو ببخشید عوض کردن اومدن این بار از جنوب کانیونس من فکر میکنم اینا شکست دادن است از شمال آجست شدن طرف ها چون بالا رفته و فکر میکنن رهبران حماس جنوب باشن مثل یا, یا محمد زیف یا اینا و همچنین اینکه با تونل هایی که حماس دانه تنها راه تنفسی حماس بر خروج از غزه ما میدونیم گذرگاه رفه با مرز مصر و مصری ها و ای سی سی هم خب یه تر از این حرفان که گذرگاه رفه رو باز کنن در نتیجه بچه تونل زدن از طریق تونل کلی همین علاش تجهیزات و مهمات میاد اینا میگن ما بیایم جنوب رو ببندیم که بتونیم تونل ها امروز موزل تونل واید خفناک شده امروز گزارشی میدینم که تونل های غزه از متروی لندن بزرگترن تاگیسا نمیدونن چیکار آقا امروز تری اومده تایمز منتشر کرده خب میخوایم چکار کنیم میخوایم پر تونلان پر کنیم او خفمش نهی خیلی فکر کردی پرش کنی او بچه هم همینطور میسن پرش کنی او خود چهار تا دینا میذارن تو قسمتی که داره آب میاد اونجا رو میبندن بعدش کار میخوای بکنید <تصفح> خدای من یعنی اینا کمیک شدن برا رو اینا دیگه تنس شدن سیلی آبدار بوده تمام تراش شکست خورده تمام نقش ها فنا رفته آقا حالا دارن میگن آقا در هفته اکتبر در روز طوفان الاقصا اصلا نقشه هایی که حماس داشته این اصلا کار در اسرائیل هم نظامیان ما کار هر کسی نبوده اطلاع نداشت این معلومه در دونون سیستم ما نفوذ کرده بودن و جاسوس های بزرگی در حکومت ما گرا داده به هماس هونه هم و در آقا نمیدونم چه خره بزنیم به کپو <تص> خب ببینید این گزارش رو ببینید این سرهوش که سرگن میگه که شکست دادن حماس در شمال غزه سخت است سخنگوی ارتش رژیم سگونیسی به سی این این گفته هنوز نتوانستیم حماس را در شمال غزه شکستیم. در جنوب هم نمیتونید بدبختی و عملیات در این منطقه اوضاع میدانی بسیار سخت و پیچیده و خفناکی داره میزنن شیپالدر مو میکنن بعد بچو بعد این آتش بس چند روزه از فاز تدافعی وارد فاز تهاجمی شدن آقا ماشاءالله حمله میکنن و کلی کمین یعنی دو سه روزه سگ اینقدر تو کمین بچو قرار گرفتن دیگه <applause> گوش دم توپ شدن آقا روزی چل پنجا سگونیس میره رو هوا هر ساعتی یکی دو ذره پوششون ناکار میشه دیگه اصلا اینقدر اخبار در مورد ناکار کردن سگونیستا زیاده در مورد زدن زره پوشاشون و کشتن سربازاشون و الجزیره اعلام کرد ارتش سگونیستی پس از درگیری شدید با مقاومت فلسطین از شمال غربی شهر غزه عقب نشینی کرد گردانهای قسام پنج خودروی زرهی دیگر را هدف قرار داد گردانهای قسام اعلام کرد که پنج خودروی زرهی دیگر اشغالگران را مال امروزه مال امروز دو... تا ساعت دوازه مثلا با راکت های ضد زره آل هدف قرار داریم دست و در نکن بله یعنی هر لحظه بله یک مقام امنیتی اسرائیلی اطلاعات و نقشه های پایگاه و مناطق اسرائیلی که در هفت اکتبر در حمله هفت اکتبر در اختیار نیروهای قسام قرار داشت امکان دسترسی به آنها جز با همکاری عناصری در ساختار نظامی اسرائیل امکان پذیر نبود یعنی مقاومت الهاز جنگ اطلاعاتی و جاسوسی و اینا هم سرگونیستان رو شکست داده اینا خود دو پیلی هن. این جماعت سرگونیست پی و پول بهشون بده مگر بچه ها جنین و تولکرم و نابلوز تو کران باختهی چطور مسلح شدن سلاح از خارج وارد کردن خوی بر حکومت نادرست اردن بوده این برای خود سرگونیست از کجا؟ از خود سرگونیست رگونیست های دل دوز در دیو پیلی ما زیر مشکلون در ازای اندکی پول حاضر سلاحش که هیچ نمیدونم شرف و ناموس و زن و خانوادش هم در اختیار دیگران قرار بده اینا که خودشون فارسی میگن بی غیرت و بی ناموس اونا خودشون هم بی غیرت و بی ناموس و ما سخنگوی ارتش سگونیز ما... کوچه ما تحتی دیگه میخوای در مورد چی بگی؟ بله یاد یاد میگه زمان آن فرا رسیده است که بپذیریم پیروزی در چشمنداز نیست ما شکست خوردیم مردم یا بپذیر شکست خوردی قلادهای سگونی سر رو دارن شیپالدر میشه و دریغ از یک موفقیت دیگر فاینانشال تایمز گزارش داده که برآورد ارتش سگونیست نشان میدهد شبکه تونلی اماز در غزه بزرگتر از شبکه مترو لندن گردان های قسام اعلام کردند که مقر فرماندهی ارتش سگونیستی را در محور جنوبی شهر غزه را با راکت های 114 میلیمتری متری موسوم به رجوم هدف قرار دادیم بله جنگ کاملا دوستان عزیز به نفع مقاومت با تلفات گسترده سنگونیس آقا سنگونیس هم از شمال غزه فرار نکردن خب ضربات کوبنده آبدار خوردن نوش جان کرده بودن این ضربات آبدارو بله این از صحنه رزم رزمندگان گردان قسم اعلام کردن رزمندگان ما از دیروز با گلوله های MD و تسلیحات انفرادی در محور شرقی بخش خانیونس به طور مستقیم با پیشروی خودروهای اشغالگر مقابله کرده و در خودرو و دشمن با نبود کردن تعدادی از خودروهای دشمن تلفاتی به آنها وارد کردند 16 تانک 16 تانک خودرو زرهی و بلدزر رژیم سگونیستی از صبح امروز به شرق خانیونس توسط گردانهای قسام به طور جزئی یا کامل منهدم شد الله اکبر آفرین دست و در نکن حزب الله لبنان هم اعلام کرده دو پایگاه نظامی اسرائیل هدف قرار داد حزب لبنان در سومین بیانیه امروز خود اعلام کرد که پایگاه زبدین در مزارع اشغالی شبعا را با موشک هدف قرار داد حزب همچنین در بیانیه چهارم خود از حمله به مرکز نظامی بیاز بلیدا در شمال فلسطین اشغالی با سلاح مناسب خبر داد بله دوستان عزیز اما اون خبری که در مورد جاسوسی از سگونیستا بوده اینو گاردین یه مقدار مفصلتر پر پرداخته گاردیان میگه ارزش اسرائیل به این چیز رسیده است که گروه حماس با طراحی نقشه‌های دقیق و با کمک گرفتن از جاسوسهایی در داخل فلسطین اشغالی چندین سال برای انجام عملیات طوفان الاقصا ریزی کرده بود نوشته ارتش اسرائیل بعد از بررسی تلفن‌ها، یادداشت‌ها و اسناد به دست آمده از مبارزان حماس در غزه به این جنبندی رسیده است از جمله اسناد به دست آمده نقشه نقشه با جزئیات دقیق از یکی از پایگاه های ارتش اسرائیل بوده است یک منبع در دستگاه اطلاعاتی اسرائیل به گاردین گفت طراحی نقشه جزئی و دقیق بدون کمک گرفتن از جاسوس, های داخلی امکان پذیر نبوده است در اسناد به دست آمده جزئیات دقیقی از انبار تسلیحات اسرائیل و چند دفتر چه راهنمای بومی برای ام... مکان مهمات وجود داشته است اسرائیل معتقد است حماس رزمندگانش را در لحظه پایانی از این تر متله کرده است بله کانال سیزه ابری میگه ما در شمال غزه شکست خوردیم و اکنون در جنوب تلاش میکنیم شکست, در جنوب به معنای پیروزی ابدی حماس است با امید خدا پیروزم بویم یا دیاد آهارونوت میگه ارتش اسرائیل نتوانست شهر غزه و اطراف آن را در طول 59 روز جنگ پاکسازی کند بنابراین قادر به پاکسازی خان یونس و اطراف آن در مدت زمانی کوتا... مدت زمان کوتاهتری نیست این آن را تحت فشار بیشتری قرار میدهد بعد همین روزنامه میگه بهای پرداخت شده توسط ارتش اسرائیل در شمال نوار غزه بسیار نگران کننده است و خانیونس ممکن است هزینه مشابهی را تحمیل کند بعد دوممون بذاریم رو کولمون فرار کنیم <applause> اسرائیل به شهروندان خود در خارج از کشور هشدار داد که از نشان دادن نمادهای یهودی خودداری کنن <applause> جهان برای سگونیستا جای ناامن نیست یه نقشه هم از جهان منتشر کردن که بیش از هشتاد کشور جهان وضعیت چوب خیلی قرمزه <applause> بقیه نارنجی خطرناک فقط <applause> دو سه کشور تازه همون آمریکا هم ما چندین ترور ترور داشتیم که یهودیانی که طرفدار اسرائیل بودن و ترور میکردن گردانهای قسام دو تانک سگونیس رو در محله مشتهه و در محله شجای هدف قرار دادیم بله این آخرین خبر آیست که در مورد جنگ اما رسانه اسرائیل گفتن یه سایت مستحکم نتوانست حمله هزبالله را دفع کند و موضوع نیاز به بررسی دارد گزارش رسانه های اسرائیلی از شکست یک سایت مستحکم اسرائیلی در در دفع حملات مقاومت اسلامی نشان میدهد ارتش اسرائیل و نهادهای امنیتی باید نقض رخ داده را بررسی کنند بررسی کنید بررسی کنید زیر مشکلونه ها زیر مشکلون های نادرست خب این از این اما این گشتلور ور دارم بی, بی اعلام کرده که اسرائیل گفته ما 800 تونل حماس رو شناسایی کردیم 500 تاش از بین بوده خب کجا فیلم ها کجا از کجا از بین بردی چطور از بین بردی یه نقطه رو زدی دیگه خیال کردی تونل از بین رفت کل زمین شیپالدر کردی تونل نابود کردی چه کار کردی نادرست بعد سگونیسا ساخو ما میدونیم چقدر اینا نادرستن اما اینو ببین جمله رو ببینه دوستان ما گفتیم یه فضای سایبری یه سازمانی دارن 8200 که تولید محتوا میکنه واسه مخاطب فارسی زبان این محسا بازی و ریقا و نیکا هایی که سال گذشته دیدیم 80-90 درصد چو کار اینا بودن حالا ببین رو را... را... راکت چی نوشته ارزشیار چرا نمیای غذه؟ خب آقا مشخصه که این اصلا ادبیات سبک نوشتن که اینایی که توی توییتر و این و فضای مجازی فعالیت میکنن همینان همین هشت زار دویسته همین نادرست های ما تحتی دوپیلیه برادر خرچرمه سمیرزان بهش توین کردن حقیقت خیلی من ناراحتم سی خرچرم از میرزا چرا ناراحتم <applause> ببینید حقیقت خیلی خیلی ناراحتم توین سختی و خرچرم از میرزا کردن جایی که اومدن این خر بیچاره رو با پرچم بی آبروی سیگونیستا پوشوندن بالاخره خاطر کلا کلالی بالاخره آقا غم نبینی اینم از تو این سگونیستا به خاطر کله یا خرچرمسه میرزا اما یه چند تا تحلیل خدمت شما بگم در مورد وضعیت سگونیستا ببینید ابتداعا کریستیان امانپور میشناسید خب ایرانی تبار تو سی این ان. مجریه و با, با کلی رهبران سرشناس جهان صحبت کرده با رئیس جمهور ایران با همه صحبت کرده فکر کنم ابراهیم رئیسی که رفته بود نیویورک پیش گفته بود روسری بزن قبول نکرد دیگه باش گفتگو نکرد با پولیدوز و خاتمی و احمدی نژاد و با همه کریستیان امانپور اینجا داره میگه آیا ها مقامی از آمریکا هست که عذاب وجدان بگیره از همین جنایات سگونیستا بله بعد داره با کسی که استعفا داده از وزارت خارجه آمریکا به خاطر جنایت سگویسا باش مصابه میکنه که چرا تو استعفا دادی بشنویم صحبت های کریستین امانپور رو ا فرست گست توایت جاش پل رزائن فروم دی استیپارتمنت سون افتر اکتبر 7th این پروتست اف وات هی سد وا اولین مهمان امشب ما جاش پل کسی که در اعتراض به انتقال بررسی شده تسلیحات آمریکا به اسرائیل از وزارت خارجه استعفا داد او گفته که پاسخ اسرائیل و امارات آمریکا منجر به رنج بیشتر و عمیق‌تر هم برای مردم اسرائیل و هم برای فلسطین خواهد شد and american support, quote, will only lead to more and بعد این این سرهوش همین جاش پله هم. این اولین بار نیست که اسرائیل علیه حماس در غزه وارد جنگ می شود و در سر, سر در سر جان با واکنش های منفی رو برو می شود. اسرائیل از این غزه این از این موضوع اینقدر متفاوت است که باعث استعفای شما شده What makes you say that this is so different to have caused you to have میگه عوامل زیادی وجود دارد اولی آن دا داشته و مقیاس است در حالی که دو ماه از این درگیری میگذارد the, the first of which شاید کشته شدن 6000 کودک در غزه یعنی سه برابر بیشتر از دو, دو سال جنگ روسیه علیه اوکراین Seen three times more children die, 6,000 in Gaza, than in two years of Russia's war against Ukraine. Uh, we have seen, 50 seen over 50 journalists killed, over 100 UN aid workers, over 200 uh, medical professionals. The scale of the loss. یکی بالا بودن آمار و دیگری نقش من در وزارت امور خارجه در تایید انتقال مقادیر زیادی از تسلیحات که in involves approving many of these major arms transfers That are going to Israel right now. در حال حاضر به اسرائیل می روید و این کشتار را ممکن می کنند are enabling, uh, this But th this is اما این سیاست آمریکا است is اسرائیل قوی تنی متحد امریکا در خواهی می است و آمریکا بیشترین کمک را در جان به اسرائیل و مشخصا به مصر نیز میدهد دهد امریکا البته به مثل بعد پ... پیمان کم دیوید زمان مناخیم بگین و رئیس جمهور کی بود انور سادات یکی از کمک های آمریکا هم که توی توافق اومده بود این بود که سال یک و هشتم میلیارد دلار به ارتش مصر کمک کنن جالبه بدونید جلاد آمریکایی که چند روز پیش کسینجر به اسفل سافلین رفت و چاه ویل و اینطور و خیلی لیبرالا و اصلاحاتی های بی همه چیز ایران دارن ستایشش میکنن میگه رفته بودم توی کاخ انور سادات یه کاغذی بهش دادم گفتم ما میخوایم این قرارداد رو ببندیم پیشنهاد ما این قرارداد نگاش کرد و گفت باشه گفت من اون موقع چیزی نگفتم اما در دلم داشتم بهش میخندیدم چون اون کاغذ و مناخیم بگیم نخست وزیر وقت انگ... اسرائیل داده بود و اون دقیقا همون چیزی که اسرائیل خواسته بود و انجام داد so well, میگه چه چیزی متفاوت بوده که این بار تو استفاده دادی؟ میگه در تمامی انتقال تسلیحات که بحثش شده از جمله به اسرائیل همیشه فضایی برای بحث و مناظره وجود دارد. Uh, شما می توان نگرانی هایی را در مورد نحوه استفاده از این سلاح ها مطرح کنید. So چیزی که اینجا فرق می کرد این بود که بحثی در کار نبود. فضایی برای آن بحث وجود نداشت. روی کردی که وجود داشت این بود که درهای انبار باز هستند. بیا برید رو هم اصلا دراش کندن برای سگونیستا اینه که بالاخره در آمریکا هم کسانی هستن از دولتیان آمریکا مالا از الیت و جامعه و نخبگان و استادان دانشگاه و بالاخره جامعه الیت آمریکا خب ما میدونیم کلی صدای انتقاد مردم عادی هم که امروز تو خیابونا هستن دارن از فلسطینیا دفاع میکنن در بدنه دولتی آمریکا هم مثل این شخص که اتفاقا مسئول بخش سگونیستا بوده در وزارت خارجه این شاکی میشه و استفا میده آقا مالون براندو رو میشناسین این منر پیش مورد علاقه بوده هفتاد هشتاد خیلی دوستش داشتم یه مسابقه انجام میده جز برنده جازه اسکار هم شده بود بعد یه بار میگه که تمام هالیوود دست است بعد بیچاره رو اینقدر اذیت میکنن بعد سه روز میگه خوردم اینجا داره مسابقه میکنه در مورد خب این سرگونیستان تعلیم دیدگان هم یانکی بیپدر مادرن به هیچ تعهدی وفادار نیستن خود چون تعهد خودشون رو برهم میزنن مثل برجام ما برجام آمریکایا ها آمریکایی امریکای هم نقضش کردن به فنا دادنش مثل آمریکا این مرشد عزیز ما به درستی این مرد خدا گفت که من به آمریکایی اعتقاد اعتماد ندارم. با این یه زمینه تاریخی داره. اینجا مارلون براندو داره زمین تاریخیشو میگه بی اعتمادی چرا ما با آمریکا بی اعتماد هستیم این خود یک سلبریتی در آمریکا جواب میده میگه برا... برامون از قدیم ها بگو تو ده پنجا که پیگیر حقوق ماهیگیری سرخپوستان شدی in We... قبل از اینکه حمایت ازشون مد شده باشد That. چی باعث شد؟ یک کتابی خوندم به اسم سرخپوستای آمریکا. Called, um, uh, and, uh, و بعد از خوندن کتاب متوجه شدم که درباره سرخپوستان آمریکایی هیچی نمیدونستم. About the and that we are about the... و هرچی درباره شون به همون یاد دادن غلطه بلاخت تو کتاب تو مدارس دروغ خوزعبلاتی بافته بودن و uh, نیست همین حالا در مدارس آمریکا به دروغ از مردم فلسطین تروریست و نمیدونم جنگ طلب و خشونت طلب یاد میکنن فلس... اسرائیلیان آلمان نایست و کتاب های مدرسه مون uh, به طرز نامید کننده یا شاید هم شکه کننده In, uh, فاقد اطلاعات مربوط به روابط ما با سرخ hear... وقتی میشنویم heard... همه با هر سن و سالی در طول زندگی شنیدیم که میگن کشور ما حامی آزادیه یه خاک بر سر زیبا کلام بگو آی مردم براندو دل ما خنک بشه خرد کپوزی با کلام یه احمقی هم ما داریم آقای براندو خیلی احمق خیلی قپولیه قپالش مین ما تحت شایقت میگه آمریکا مظهر آزادیه میگه آمریکا مظهر همه خوبیه میگه ما بدیم خب خاطر آمریکایی تو بگو اوزا چطوره حامی درستی حامی درستی عدالت just... برای همه This, uh, uh, این قضیه برای غیر سفید پوستا صادق نیست نجات پرستی دیگه uh, just... برای بقیه صادق نیست ببین کلمه شو بگو ما درن خو درند خودترین متجاوزترین مخربترین We شکنجهگرترین و حیولا صفتترین مردم بودیم که از کرانه شرقی تا کرانه غربی From one coast to the other, murdering and causing ترک پوستا رو کشتیم و سلاخی کردیم یه in دونه سرخ بین تماشه چیا بود؟ میگه یه صدای دستی اومد میگه یه دونه سرخ no. <laughs> <applause> But, uh, ولی بهمون نمیگن چون دوست نداریم همچین تصویری از خودمون ببینیم Uh, we, we like شاید دوست نداری دوست داریم مثل نگاه جان وین جان وین هم فیلم های جان وین دیه. هشتاد هفتاد هم بود هفتیرکش بود بالاخره تو همه جنگ ها سوار و می میرفت جان وین زمانی <laughs> <دو> که <laughs> به سفارت آمریکا در تهران سال پنج و هشت حملش شدون دانشجوه همین چپ های اول انقلاب و اصلاحچی های فعلی بعد امریکای ها تظاهرات واسه دیپلماتاشون در تهران خب اینا قهرمانی ندارن شخصیت تاریخی ندارن مثلا یکی از عکسایی که می آوردن توی تظاهراتشون چی بود تصویر جانوی نمی تمام شخصیتاش هم خیالیه خب یه کشور فیکیه کشور چیزی نداره از خودش در 11 سپتامبر که میخواستن به قول معروف حالا چه خره بکنیم با کپو حالا ما مثلا دیدید کلیش نماد داریم تو تاریخمون کلی استوره و قهرمان رفته بودن سیلبر استالونه رو آورده بودن بازم یه <تصفح> سلبریتی خب yes, like خودمون رو ببینیم uh, uh, about... و همیتور چیزایی که درباره سرخپوستان یاد گرفتیم رو at هالیوود و فیلمها یادمون دادن. They have educated it. برامون تدریس کردن so we naturally believe... از طبیعتاً باور کردیم وقتی اومدن. That when the, Indians came, that the wagon اومدن circle... من منتظر یه جمله تاریخی هم که میگه اتفاقا این جمله تاریخی رب به امروز آمریکا داره قابل توجه تمامی مسئولین جمهوری اسلامی همه کشورهای جان واقعیت آمریکا همینه که چیزی کرده مارلون براندو میگه Rolled, and, and و سرخبوس ها دورشون میچرخیدن دور دلیجان و خودشون رو to, uh, در معرض شلیک هولناک اصله قرار میدادن و uh, به نسبت 65 به یک کشته شدن 65 هر دو تیر شاتگان همیشه میخورده به دو سرخبوس Indians, uh... yeah. And, uh, was... و ماجرا اصلا اینطور نبوده یه no was... سرخپوستی بود به اسم اه... زمانی که تو دوزاره در بین لندن و در ابیتابات پاکستان ترور کردن اسم عملیات جرینیمو بود جرینیمو کی بود؟ جرینیمو یک سرخپوستی بود که هر کاری کردن تا 1870 خوردی هم با دولت آمریکا فدرال جنگید هر کاری کردن شکستش بدن نتونستن و همیشه پیروز بود جرینیمو دست آخر دیگه با آهش و تمنو و با حقه و نیرنگ تسلیم شد اسیر شد و بعد به تعهد هم عمل نکردن و بردنش توی اردوگاه کار اجباری و یه جای خیلی یه زندان بود کار شاقه و اینا بعد چند سال هم مرد But anyway, uh, Indians have been, been tragically misrepresented in films and uh, in our history books, in our attitudes, in our uh, reporting. And uh, so we must set about to re educate ourselves. Who are you looking at? You. Oh, no, there's a message coming. اینجا مخصوصا که به بهش عمل کنیم عمل که اگر حرفمون نمیزنیم رو انجام میدیم، And that, uh, و میگی ما بیشتر از همه سر قولمون میمونیم تو فیلماشون همچین چیزی نشون میدن دیگه uh, uh, it, به نظر مهمه که اشاره کنیم آمریکا تقریبا 400 توافق نامه با سرخ،, سرخ پوستان نوشته و تک تکشون لغو شدن یعنی نقص شدن یا تغییر کردن بدون استثناء 400 تا خود آمریکا نقص کرد سرخ پوستا وقتی ببین حرف همینه که آمریکا هیچ وقت به تعهداتش عمل نکرده او زمان که با سرخ پوستان بوده تو جنگ ویتنام در جنگ با عراق افغانستان تو قضیه برجام ما تو این چل سال چالش و درگیری که ما با آمریکایا داریم تو قضیه فلسطین آمریکا هیچ وقت به تعهداتش عمل نکرده این الان براندو داره در مورد سرخپوستان میگه اما واقعیت آمریکا همینه که تو نباید به آمریکا اعتماد کنی یک گوشادی ما داشتیم به اسم حسن قلیدوس یا جواد زلیل بی شرف دوگانه میدان و دیپلماسی رو باب کرد یعنی اینقدر اینا مسخ شده بودن باور کرده بودن تفکر زیبا کلامی و تفکر غرب پرستی بیماری این جلال آل احمد هم تو کتاب غرب زدگیش بیم می... یه یعنی مری مریضیه مریضی روانیه خودباختگیه طرف خودش هیچ میگه من هیچ پخی نیستم هیچ هر آن چیزی هست یه نگاه عابد و معبود دارن به هم دیگه بعد واقعیت آمریکا همینه که یه آقا میگه آمریکا همیشه زیر قولش میزنه زیر توافقات میزنه زیر حرفش میزنه چیزی که مرشد عزیز ما گفت و هدف من از پخش صحبت این سلبریتی مشهور پرسابقه آمریکایی یادآوری این نکته است که آمریکا هیچ وقت رو حرفاش چهار توافقاتش نمیمونه و همیشه میزنه زیرش با اینکه خودشو سازاملل تو آمریکا است و خودشو نمیدونم جامعه جهانی و از این مزخرفات ولی تهش بازم کارشون شارموت بازی و دو بازیه اینم صحبت های این هنرمند با شرف آمریکایی معلوم براندو بود که نیاز داشتم دوباره اینو برجسته کنیم آقا این صحبت ها رو ببینید بلدنیس. حتی چوقی جماعه دیور گیدن ارون نردن بریسی دا بارود. İlk beşinci sıradaki giden e, aylık yayınlanan e, Türkiye'den İsrail'e giden liste. Ben bir şey daha söyleyeyim size. Bugünlerde evrakta sahte cila başladılar. Gemi çıktıktan sonra hedef yön değiştirmeye başladılar. Bana bu yönde bir bir akpartide dostum e, yüreğe yandığı için Şun... bu bir diyeledi. İbrahim Deltan'ın mu mal ağayı Necmeddin Çalışkan, ve hizve, Saadet میگه که ارسال کشتی های حامل باروت از ترکیه به اسرائیل در همین جنگ اخیر اردوغان زبونن میگه فلسطین اما تو همین جنگ اخیر سلاح و مهمات اسرائیلی و بجز پوشک و بجز فولاد و سیمان و مراودات نظامی امنیتی که با هم دیگه دارن این واقعیت اردوغان بیشرفه نقاب فلسطین زیر نقاب کیه اسرائیل و اینو این مقام حزب سعادت برملا کرده یعنی بی ترین شخص در جان تمام دنیا این نادرست دوپیلی یهودی زاده که شیطانم خدا وکیلی باید یه چند واحد خیانت و دودربازی و سمندربازی رو در کلاس دست اردوغان پاس بکنه نومرد خیلی هفقته بله <تصفح> دوستان یه حزب انگلیس خب میدونید دو حزب قدرتمند داره یه حزب نیمچه قدرتمند هم به اسم اه... حزب حزب محافظ کار و حزب کارگر و حزب اه... کی بود لیبرال دموکراسی بود چی؟ نه اه... اه... هفته اسمش حالا بگذاریم ولش کن بعد میدون که حزب کارگر به خصوص شخص آقای جرمی کوربین حزب کارگر اینا سنتا تاریخا طرفدار فلسطینه. چپها چپ ها در چپ همیشه از فلسطین توی هفتاد هشتاد سال حمایت کرده. و حزب دست راستی محافظ کار به وقتی آدم حرکایی مثل تاچر و تاچریسم و نمیدونم الان هم خواهید این هندیزاده نخست وزیر انگلیس از حزب محافظه کار اینا سنتا طرفدار اسرائیل هم. و اینجا نماینده حزب محافظه کار اومده و مردم حسابی قویش میکنن اینو ببینیم یعنی خود سیاست مداران در غرب هم الان خیلی زیر فشارن چه در آمریکا چه در انگلیس ببین اینو حماس has got to surrender ها. این این یس این نماینده حزب محافظه کار همین که الان دولت در دست داره در انگلیس دولت مستقر مال حزب محافظه کاره خب اینو هم گفتم سنتا طرفدار اسرائیل برعکس حزب کارگر اینا سنتا نزدیکن به فلسطین البته خب اینا هم همه در نهایت زیر پرچم ملکه همشون خره سگونیست هستن ولی حالا حداقل در بیانیه و کلامی این ماده حزبی زنک میگه که هماس باید تسلیم شود گروگان ها باید آزاد شوند مردم باید بدانند اسرائیل حق دفاع از خود را دارد قویش میکنن یقش میگیرن میگه شنیدن این, این، شنیدن اینکه شما میگوید اسرائیل حق دفاع از خود را دارد بسیار نارش. شنیدن اینکه شما میگوید اسرائیل حق دفاع از خود را دارد بسیار نانکننده کننده است کسی منکر این so می...

تعداد کودکان و زنانی که در این درگیری جان خود را از دست دادن یعنی اینکه جنایت جنگی در حال وقوع است زیر مشکلو conflict, governments... به نظر می رسد دولت ما در کنار اسرائیل است like you know. دست که یوبو حاضر نبود اون این اسم تفتهی نخست زیرش یادم رفت. این. که هندی داره حتی بوسش کنه در دیداری که همون اوایل بعد هفته اکتبر رفت چی بود اسمش؟ بله این اینقدر سگونیستان نجا اصلا آدم حسابش نکردن ولی خب سیاست فردی نیم هزبی هن اینها خود has... چه عاملی از طرف اسرائیل بر انگلیس و آمریکا غلبه کرده که میتواند چنین اتفاقاتی رقم بزنند بعد این

بعد این گپ خوشگلم میگه هشت هزار کودک کشته شدن یک میلیون نفر از شمال به جنوب در یکی از متراکم ترین مناطق جهان آواره شدن دل نکسور children. children dead one and a half people displaced from the north to the south in one of the most یعنی دیگه مقامات کشورهای غربی نمیتونن مردم خودشون قانع کنن اینقدر آشور شده و این یک شکست کامل سیاسی برای دولتهای غربی و سگونیستاست با سگونیست ها هشدار میدن نره تو نفهمن یهودی هستی و گرنه ده خود تو, دانه تو. Regions of the world. این کار درستی نیست و ایگا و هیچگاه چنین درگیری های در دراز مدت به سود یک ملت تمام نشده بله اینم اعتراض مردم انگلیس به نماینده حزب کارگر آقا بچون یمن شیران رام نشدنی یمن آقا جنگ رسانه رو باید از یمن بیاموزیم ای مردم به قرآن یعنی باید ما بریم شاگردی یمنی ها رو بکنیم جنگ رسانه یادمون بدن آقا صدا سیما رو بهایی رو تخته کنی. کنید تعطیلش کنید به قرآن این صدا سیما کارش یس yes و ناامیدی برای دوستان و انقلابیان و جری کردن دشمنان خائنین آقا الان دارن دریال در پایتخت میسازن هر سلبریتی هایی که لگت زدن الان دارن بیشتر بهشون کار میدن بیشتر بهشون میرسن یعنی چی یعنی اینکه مسئولینی در صدا سیما وجود دارد که از این سخنان این لگت زدن سلبریتی ها حمایت میکنن دوست دارن واسه همین بهشون دارن جایزه میدن صدا سیمای جمهوری اسلامی خیلی آلوده است زمونشا باهایی ها ساختنش بعد انقلاب یکی دو تا مقاماش عوض کردن ولی زیربناست شاکلش همون بود که حفظش کردن و این کاملا مسموم به در نخور کارش چیه؟ کارش زشنشون دادن انقلابی بعد دفاع کردن از انقلاب از مسائل کلان کشور آقا شریعتی جا جمله جالبی داره میگه وقتی میخواد یکی رو بز خرابش کنی خوب نزنش بعد ازش دفاع کن صدا و سیمای جمهوری اسلامی بعد از جمهوری اسلامی و انقلاب داره دفاع میکنه و این به نفع دشمنه دقیقا کار جریان آنوسی و بهایی و سعگونیست که نفوس کردن تو این رسانه و هیچ نه به درد دنیا میخوره نه آخرت کارش هشت نش با زیبا کلام ها و سلبریتی هایی که لگد به نظام و ایران میزنن و به مقدسات توی میکنن صدا سیما بهشون جایگاه میده خدای خدا اینا کجا دلمون بزاره؟ حالا بگذاریم آقا بچون یمن ما باید بریم شاگردی بچون یمنو بکنیم خدا وکیلی ببینید کشتی ها رو دو تا گرفتن و سه تاشو حمله کردند یه انیمیشن ساختن الان کپی داشت و نمیتونستم بذارم من میگذاشتم چطور بچون یه انیمیشن درست کرده بودن که حتی باج میگفتن به شما باج میدیم بذار من رد بشم نه تو جنایتکار ای؟ بدن کنار بدن کنار نه درست الان آقا بالای این کشی عرشه این کشتی شده جای عروسی و فارغ تحصیلی و کلی یعنی نمک میذارن رو زخمای سگنوشتان بو از سگنوشتان داره بردن <applause> ببینید مثلا این این عروسیه این لباس شادومادیه یمنی که روی عرشه همی کشتی یا اینجا مراسم فارغ و تحصیلی دانش جویانه. یمنیه که بازم رفتن رو عرشه کشتی مراسم فارغ و گرفتن وقتی میخوای یک کشور رو تخیر کنی با این کارا رو کنی آقا یمنی ها خیلی کار شد درسته خدا وکیلی تو حوزه رسانه اصلا سعودیان نابود کردن تو 5 سال 7 سال،, سال جنگی که داشتن همین الان تو قضیه بستن بابل منده بر روی کشی های سگونیستا که اون سگونیستا در سن سنه میدونن چه کار کنن آقا ببینید اینجا یکی از سرگونیستا میگه که دسترسی ما به فقدان دسترسی به با, با که بدبختی های واسه ما داره به مصیبتی واسه ما داره حالا پیداش کنم البته اینجا قبل اینکه بریم سراغ اون وقتی ما در مورد یمنی صحبت باید رهبری یمنی صحبت کنیم آقای سید عبدالملک بدردین رهبر مقاومت یمن ببین این صحبت ها رو در مورد جناب سید عبدالملک بدردین سید عبدالملک الحوثی هذا القائد الذي سوف تقفون سید عبدالملک حوسی شخصیتی است که شما با سربلندی و افتخار خواهید گفت که کشورتان چنین رهبری دارد برعکس محمد منجل و بن زاید و اون عبدالله انگلیسی و اسیسی و این زیرمشکلونی بر برخلاف کشورهای عربی که ملتهایشان از داشتن حکام خود خجالت زده می شوند بلدان اخرى تخجل شعوبها بقادتها در نتیجه یمن افتخار خواهد کرد که دست برتر را در امنیت همه خلیج فارس دارد و تکیگاه اول برای فلسطینیان هستند كل المعايير اليمنيون سيفخرون بيدهم اینجا فکر نکن منظورش خلیج فارس باشه به با این دریای دریای سرخ حالت خلیجی داره یه سمتش بسته است ای باریکه بابل مندب و او سمتش یه کانالی هم هست این خودش یه نوع خلیج دیگه العليا في امن الخليج وسيفخرون در خلیج فارس نیستن دیگه بأنهم انهم السنغ الاول لفلسطين وسيفخرون افتخار خانكر كتوانستان معادله تسلط امريكا بر در منطقه را تغيير دادن و افتخار خانكر كه چين رهبر با عظمتي را تحويل ما دادند غيروا معادله الهيمنه الامريكيه في المنطقه وسيفخرون ايضا بانهم قدموا لنا هذا القائد العظيم ماشي. انا اعتقد ان احدا لم يكن في اينم... واقعيتي كه در مد رهبري الرحبرية... انصارالله یمن جناب سید عبدالملک بدردین در زمانی که جنگ با سعودی داشتن و محاصره 360 درجه بودن و مواد غذایی در یمن کم بود و کلی سوء تغذیه بچه و کودکان یمنی در اثر گرسنگی مردن آقای عبدالملک بدردین کلی وزنش کم شده بود و دورسانا یمن اعلام شد که ایشون به خاطر اینکه مردم یعنی میان با های غذایی مواجهن غذای خیلی کم میخورن یعنی به نوعی همنوا با ملتش این بعضی مسئولین جمهوری اسلامی دیدی بچو آقازاده توله زاده برج وارو دوزی اپلی هپو کپو این رهبره قدرتمند امروز در یمن واسهش جون میدن با یک اشاره به خط میشن واسش و هیچ وقت حرف جناب عبدالملک مدردین بر روی زمین نمیمونه اما این سرتیپ بازنشسته ارتش سگونیس ببینیم چی میگه کل لمعصه... مسیرهای جانی کشیرانی در واقع جایی هستن که تجارت جان یا اقتصاد جان آنجا رقم میخورن خواین دونیم شبونس... دست بچو کاوش بدیا درد نکن عالم... شاید... امروز تمام زنجیره کالای دنیا در مسیر کشیرانی در دریا مشاهده میکنیم کل شرشقات از پکا علمیات مساد بایان یک لحظه به نقشه جان توجه داشته باشید که در منطقه دریای سرخ متمرکز است نتصیر شنیات مپا علمیت شبصف نتنکزت لازار شخم دبریم هیام آدم کل هر چیزی که از خاور دور به اروپا و ایالات متحده هم شود ما شنوسه می مزرخ מהמזרח הרחוק ולאירופה ולארצות הברית עובר דרך אשר תריכה עם גוזר גאו בור מיקונד קדר אסתלו תכסוסי בעונהו צ'ק פוינט מגויים. דרך המעברים האלה שאנחנו קוראים בעולם בעגה המקצועית למעברים הצרים צ'וק פוינטס זה אומר ש... יעני אשתי פארח ימלה מיקונד צ'צ'י זה עם מיקונד לולי אוקסיז'ן אכתסאו דה ג'וני שון המצ'י זה אז עבור מיקונד. אם אונייה ולא משנה עכשיו מה היא לוקחת אבל היא למעשה משמשת כצינור החמצן הכלכלי של העולם, כי הכל עובר בים. אמרו זביינה, שתודה פעם, נווד דארצת הכל עוד הרג'ון, רוי עמבול ג'דאריו, פארס בוקו נדיה קשתי, אז חובר דור, הרקעת מיקרונת ובועד בירופה ברבע. 80... חמישה לתשעים אחוז מהסחורות היום בעולם נוסעים uh, על גלי הים. רק שוניה uh, uh, לדוגמה, שנוסעת מהמזרח הרחוק, ועוברת, צריכה לעבור לאירופה היום. این نوسات درخیا این کشتی از دریای عرب حرکت می کند اگر بخواد به سمت خلیج فارس برود مجبور است از, از تنگه هرمز عبور کند یک چک پوینت قابل توجه است که اونم دست خود این چک پوینت دست خودمون مون با بولمنده هم یک چک پوینت دست خودمون مون ایام عربی این نوسات او یوتسد میکونه مفرط پارسی تی خیوت لاور بمصره هرمز شوزه چک پوینت چک پوینت مشمولتی

בעיה. אם נעשה לב הרוע סבול לשער חי אלא את מוטדת ג'ת דאריוב ת'קולו אז חובר דור מושקל לג'ת מכל לחוף המזרחי של ארצות הברית לקבל סחורות מהמזרח הרחוק. אז זו דוגמה. אז אין יג יגמסול עולי ברוי אמית זנגירי תאמין דאריוב. מצוינת לחשיבות שרשורות האספקה הימיות. ניקח את זה לעולם שלנו, למזרח התיכון. אגב, אם... را در منطقه خودمان میانه بزرگ ببینیم این جدید نیست که مسیرهای کشتی ایرانی مورد تعدید خرار بگیره مخب... ایرانی ایرانیا ها سال هاست که مسیرهای کشتیرانی ایرانی را تعدید میکنن این را در تنگه ارموز به شکل یک موج سینوسی مشاهده میکنیم نادرست شما اولین بار بودید شما اول به کشتی های ما حمله کردید بعد ما شپالدرتون کردیم توی دو سال اخیر سه سال اخیر. در به صورت فشاری که ایرانیان میخواهند در برای منطقه بیاورن بالا می میرود منطقه معلخت ش ایران می‌روצים منطقه ارباب کت خدای منطقه ما ایم. باید طبق قوانین ما رایت آقا شما وارد خونه کت خدا باید بر اساس قوانین خونه کت رفتار کنید. نمیشه شما وارد خلیج فارس بشید بعد نافگان تو ناو پیم و پیمو بعد واسه چی اومدین واسه هشدار به ایران برار سوانت اومدی تو ملک ما بعد واسه هشدار به ما اومدید نا درست بعض کنار داریم سید می کازکلی اینو باید زچکاشش کنی اینو باید اذیتش کنی برار برای سوانش دراری اینه. هر مثل بچه آدم رد میشی با احترام عزت هرچند بیچارا به زبان فارسی حرف میزنن، پرچم اونو میذارم بالا کشتی شد ولی خب موش کافی موش کافی <applause> بله این صحبت های دو پیلی که سگونیستا حال روز خیلی بدی دارن بچه و لبنان از اون ور تو ملاجه شد تو غزه خب هر روز دارن شیپالدر میشن با برو کشتی هاشون بسته است حالا دست پدامان انگلیسی ها و جاپونی ها شدن واسه محافظت از بابل منده هر هرچی اون اطلاف دریایی که ترامپ در خلیج تنگ هرمز برا انداخت کارساز بود اطلاف دریایی شما هم کارسازه بعدش کی میاد با شیر یمنی بجنگه بابا قرآن لیوایت شما فرار کنید این رفیقانه نمیگم این دوستانه نمیگم ههولو فرار کو. بله آقا یه کمی هم از این براندازان دوپیلی بگیم بخندیم خاسم شل صدین میشناسید این خاسم شل صدین مجلس اول نماینده مجلس شورای اسلامی بود بعدش هم شروع کرد اصلاح چی شد شالتاق بزی و فلان چند سالم هم گم کرده رفته خارج کشور اومده پرده از یه راز برداشت دل پولی نجات حتی اب برادر خودشم کاسبی کرده نوع. یعنی حتی اب برادر خودشم استفاده کرده که به پول مکنت برسه نامرد خیلی 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 باید نامرد این بخشی از ما موزیک داره این کپی را دیگه مقداری اذیتیم با این چرا این فایل های موزیک میذارن روشون این هم خدا داره ببینید برادر خانم مسیح علی نجاد من مراجعه کرد ببین برادر دو برار داره مسیح دل پولی نجاد اون برادرش که گرفتن یکی از برادرش من داستان میگه این موزیک داره میذارم رو کانال تلگرام خود رو از کانال تلگرام هم نگاه کنی ببین یکی از برادراش میگه اون برادرش که گرفتن یکی دیگه از برادراش میاد پیش دکتر قاسم شورس یا به زنگ میزنه میگه که خواهشان به خواهرم بگو سر صدا نکنه وگرنه زندان بیشتری برای برادرم میبرن بعد ایشون میگه باش. تماس میگیره با دل پولی نجات تماس میگه با دل دل بله دل نکسر سر صدا برا نه انداز شلطاق بازی در نیور اگه سر صدا نکنی برادرش فوقش یه سال زندانی میشه ولی از سر صدا کنی میکنی پنج سال زندانی میشه نه من باید سر صدا بکم من نیب بو سر صدا نکنم <تصفح> خب بعد میره شکایت میکنه به دولت آمریکا به دادگاه آمریکا که من از دستگیری برادرم که خدا میدوند واسه چی بوده اه. ناراحت شدم اندوکید شدم زیان دیدم چون ناراحت شدم یه چند خطر عشق ریختم ناراحت شدم بعد اول درخواست 500 میلیون دلار کرده بود که دادگاه با 3.5 میلیون دلارش موافقت میکنه که البته این پولا هیچ وقت نقد نمیشن با امید خدا ولی اصل این پدر سختگی این از برادر خودش کاسبی کرده آ برادر خودش دیگه هر حسابی دارید بکشید این آخر آقابت براندازان دیوپیلی یه رفیقی هم داره به اسم علی ابراهیم زاده همون که میگو من بی غیرتم بی ناموسم هم بازنم هم دوست داریم بریم استخر مختلط فلان پولی به اونم نمیده جدن به گدایی تویتری پر روی آورده و با تویتر میتونه خدا به من کمک بالی کنید المافلسا فی امان الله بله دل پولینجا سر برادر کلا میذاره برادر تو استفاده میخواه به شما پول بده شما دیگه چقدر خنگید آقا ما همیشه مسلمان ها اعتقاد داریم آقا انجیل قرآن هیچ وقت دستکاری نشده ولی انجیل تورات اینا بارها دستکاری شده حالا یه نفر انجیل جدید و با انجیل 1800 یعنی 200 سال قبل مقایسه کرده خیلی از چیزهایی که تو انجیل قبلی بود مثل روزه و نمیدونم چیزهای دیگه رو اصلا حذف کردنه تو این سال, سال اخیر نه مثلا تو 700 800 سال اخیر گوتنبرگ 400 500 سال قبل ماشین چاپو درست کرده حالا ببینید میگه من چطور دیگه به این انجیل اعتماد کنم واسه همین غربی‌ها دارن مسلمون میشن به اسلام روی میارن How do y'all? And a lot of people have been telling me, hey man, the Bible's been changed. There's stuff missing from it. And I said, nah, you joking. Well, they said Matthew 17, verse 21, ain't there in the Bible anymore. anymore. Someone, Someone took, took it, it out. I <laughs> said, you, <laughs> you full of it. So come over here. Come over here and here take a look. This is Matthew 17. And, and we're going to go 19. 19. There's 20, because there's a little faith, okay? okay. It's got to be right after that, verse 21. 21. Verse 22. There's, 22. there's no, no 21. So I told myself, let's so, go get an old Bible. In, in Gideon, let's an old 1800 in Gideon, Bible. Gideon, Matthew, Matthew, 17, Gideon, 21. What do we you know? Here's chapter 17, verse 21. Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting. So somebody changed the Bible and then I found out there's, oh, there's tons of میگه که الان این دو انجیل جدید و 1800 مقایسه و میگه خیلی از آیات از انجیل جدید هست یا چیزای دیگه اضاف شده مثلا بخش 17 آیه 21 در رابطه با روزه گرفتن از چاپ جدید حذف شده است و بعد میگه ما چطور میتونیم به این کتاب اعتماد کنیم واسه همین غربیا دارن به سمت اسلام روی میارن که توش اصالت هست این شده مثل یه سریال جدیدی انجیل هرکس میاد <applause> سناریو نویس بر اساس لیبرال دموکراسی و مسائل روس تو برنامه اپرا وینفری نشون میداد اینا کشیش هم جنس هم دارن یعنی این کلیسا کلیسای هم جنس بازانه دیگه ببین چی سر مسیحیت اومده بعد کشیشش هم هم جنس <applause> مال تحتیه مثل شمسی خانم خودمون <تصفح> <تصفح> بله این هم از وضعیت آقا سلاورزی کاندید اتاق بازرگانی شده ای سلاورزی ایسه ای کی سلاورزی نه چه کسب بده ایسه کی سلاورزی نه متقاعد کنه آقا بعض کنار سلاورزی مجددا نامزد اتاق بازرگانی شد عضو اتاق بازرگانی تغییر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران به هیچ وقت قابل قانونی نیست غیر قانونی نیست تغییر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران به هیچ وجه قانونی نیست و وزیر سمت رئیس شورای شورای نظارت بر انتخابات هم این پیشنهاد را نپذیرفته است برخی به دنبال تغییر انداختن در زمان انتخابات اتاق هستند تا بتوان از قوه قضاییه حکمی به نفع ریاست سلاورزی بر اتاق بازرگانی هم البته آقای سلاورزی همزمان با پیگیری این روند غیرقانونی برای انتخابات جدید اتاق هم مجدد نامزد شده است برخی اخبار منتشر شده پیرامون اخراج دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران هم صحت ندارد و کسی نمیتواند سنجابی را اخراج کند سنجابی فکرم رئیس جدیده ببین دوستان یه بار توی برنامه گفتم بزرگت این جنایت رسمنجانی این بوده رسمنجانی گفتمان انقلاب اسلامی رو تغییر داد نامرد یعنی بزرگترین خیانتش بود و گفتمان انقلاب اسلامی که در ابتداش تو یک دهه اولش حمایت از مزدعفین و پا ها بود و امام خمینی همیشه میگفت انقلاب ما انقلاب پا هاست این اومدی گفتمان رو تغییر داد به گفتمان اشرافیت ایجاد طبقه نوکیسه و لیبرال این جریان کارگزاران سازندگی که دورش جمع شدن و مثل کرواسی و مرعشی و مرعشی و برادرزنش و همین که میگه من خیلی قدرتمندم دقیقا سیستم هم سیستم جریان یهوده یهودی ها همیشه میگن ما باید پشت صحنه باشیم قدرت علنی نمیخوایم که باید پاسخگو باشیم نه ما از پشت رهبری میکنیم واسه همین تو بانک ها رفتن تو رسانه ها رفتن و اینجا اینا هم همینطورن بعد هم هم لیبرال همه عشق غرب هیچ کدوم شو هم اعتمادی، و اعتقادی به گفتمان جمهوری اسلامی نداشت البته جریانات مذهبی هم به خاطر اینکه بالاخره بیشتر اهل مذهبی بودن و اهل عبادت و اینا کمتر وارد کار اقتصادی شدن متاسفانه واسه همین زمینه نو واسه نفوذ جریان لیبرال در اقتصاد باز گذاشتن که همه اینا در اتاق بازرگانی متجلی میشه آقا میفهمید چای دبش سه میلیارد دلار و سه میلیارد خورده تخلف داشته این چای دبش فکر میکنید وابسته به کجاست همین اتاق بازرگانی همه تو قضیه هفتپه تو قضیه چای دبش جاهای دیگه شما رد پا همهشون اینا اتاق بازرگانی اینا میگن سرمایداران خصوصی ببینید بازم خاتمی یه کاری که کرد اومدن یه متممی به اصل 44 اضاف کردن تا قبل اون تو اصل 44 اومده بود که آقا شرکت های مادر و اینا باید در دست دولت باشه و اقتصاد سه بخش عمومی و خصوصی و دولتی ولی شرکت های مادر و اینا زیر دست جنگل ها و معادن و فلان اینا همه زیر دست دولت بعد تو داره خاتمی شوروی سخوت کرده بود و اینا همه کپ های انقلابی سوسیالیست های اول انقلاب مثل زیبا کلاما و میر حسین و میر غذب و بقیه اینا که همه سوسیالیست اسلامی بودن یه دفعه همه شدن لیبرال اسلامی <تصفح> یه دفعه چپرو شدن بعد اومدن یه متممی به اصل 44 اضاف کردن و گفتن آقا شرکت های مادر و معدن و فلان اول بعد, بعد بخش خصوصی بره کاش شعار دقیقا لیبرالیسم مکتب شیکاگویی فریدمنی رو دادن حجم دولت کاهش بدیم آقا دولت خیلی زیاد حجیم شده و دیگه از اون موقع دیگه نه کارگری رو رسمی کردن نه معلمی رو همه شدن قراردادی قرارداد هم همه شد سفید امضا پدر طبقه کارگر در آوردن پدر حقوق رو در آوردن به نفع یه طبقه نوکیسه راندخور تازه به دوران رسیده ای که ثروتش بر اساس زحمت به دست نیاورده بود بلکه با زده بند و مافیا بازی و رانت و پدر سوختگی و ماف... حق حساب دادن به برخی از جریانات دولتی و خود اینو هم یه زمانی بهشون گفتن خصولتی اینا تو دولت هم دست داشتن قدرت داشتن این جریان چای دپش که امروز علنی میشه اینا بخش همین آرزه جریان اتاق بازرگانی این لیبرالیس این بلایی که لیبرالیسم در اقتصاد ما آورده البته بخشش هم به خاطر سیاست های غلطه وقتی بستر فسادزا باشه یکی از بستر فسادزا چیه؟ ارز دونرخیه چرا ما بعد از 43 سال نمیتونیم ارز تگنرخی بدیم؟ وقتی ارز دونرخیه یعنی یه زمینی واسه فساد وجود داره ارز دولتی میخوریم تو هفتپه همین چه اتفاقی افتاد مالک هفتپه ارز دولتی ارز ترجیح میخرید ارز دول... جانگیری بعد میبردن بازار چهار برابر پنج برابر این هم خودش شده منبع درامدی دیگه برای چی بیاد کار تجاری بکنن خب این از سیاست های غلعی بیارزگی مسئولین دولتی آقا نمیتونن پول میری رو ثابت نگه دارن و واسه همین این جریان ارز یه جریان خیلی پولسازیه یه جریان خیلی سود سوداریه واسه یه طرف میگه برای چی برم کار اقتصادی بکنم کارگر و پول کارگر بدم با بیمه سرشاخ بشم با ای بانک و فلان دلار جانگیری میخرم بعد میرم یا دلار ترجیح میخرم مراشو 28 درصد بعد میرم 50 تومن میفروشمش دو برابر نه زحمتی نفونه از این دست به این دست بعد میره تو جیبم دو برابر میشه این طوره خب بیا انجام بدیم یعنی بخشی مهمی از این فساد شما وقتی بستر فساد وجود داره برارو مثل این میمونه شما قوطی پر از مگس اینو آزاد کنید بعد بگید حالا برید بیارید کار قوه قضاییه مثل این میمونه که برای این پشه هایی که ما داریم هی آزاد میکنیم این قانون های بد این بخشنامه های مزخرف یا این قوانینی که اشکال داره مثل این که در قوتی های مگس و پشه رو باز میکنی بعد قوه قضاییه حالا برو بگیر حالا بیا بیا با که میدونم با پارچه ای با یه توری بود با اون بگیرید این چقدر دشواره چقدر زمانبره، چقدر انرژی آیا همه گیر میفته قطعا نه پس مهمترین اصل اقتصاد ما اصل ما بیماره ما قوانین ناسخ و منسوخ زیاد داریم ما قوانین مزخرف زیاد داریم مشکلات فرهنگی داریم آقا تو هفته اپه من وقتی میگم آقا ما خودمون هم چقدر چیزیم چند روز پیش یه چیز جالب دیدم مسئول کار پنج تو هفته و کار پانچ تو شرکت ما چطوریه میستی جلوش بر اساس قرنیه چشمت میگه تایید شد دیگه میری کارت دیگه کارتی چیزی نمیزنی میستی رو دستگاه زیر یک ثانیه میگه تایید شد برو پکارت خب میریم پکارت آقا چند روز بود دستگاه کند شده بود دیر میگفت بعد به دوستی که مسئول کارت پانچ بود گفتم این دستگاه چرا کند شده گفت یه چیزی بهت میگم اصلا باور نکردنی گفتم بگو و ما گفتیم این جریان قرنیه دیگه اصلا نمیشه هیچ طوری کلا گذاشت سرش دیدم تو دو دوربینا نگاه کردیم یه نفر اومده عکس با هم همکاری کردن مثلا دو نفر یک نفر عکس و هم رو گذاشتن تو موبایل بعد موبایل گرفته جلوی تصویر کارت پانچ عقل جن هم به این نمیرسه خدا تاییدش کرده یعنی موبایل مثلا این یه نوبتی یه روز این عکس رفیقش رو میبره کارت تایمش رو میزنه یه بار اون میاد عکس اینو میبره با موبایل ولی خب میگیرن شو منظور این که آقا ما خودمون چقدر تو زمینه فساد و این مسائل دقیق هستیم و فسادزا نیستیم یه م... مشکل بحث فرنگیش بس یه م... بی مسئولین آقا وقتی ما از قوه قضیه فشل حرف میزنیم بخشش اینه که امثال سلاورزی ها امروز رودار شدن امروز اصلا از بالا به پای نگاه میکنن اصلا کسی رو بنده نیستن اینا امروز اینا واسه نظام واسه کشور دارن شاخشونه میکشن اینا فردا ممکن آقا واسه تب... های اقتصادی شدید واسه کشور ایجاد کنن با احتکاراشون با اینم بخشی از پروژه فروپاشی اقتصادی بخشی از پروژه جنگ دشمنه اما اینکه که برخی ها میگن این نمیدونن به خاطر آمریکا است و آمریکا تحریماش فلان دوستان خود دولتی ها مثل آقای زاکانی گفتن تحریما در بهترین حالت 20 درصد تاثیر داشت در بهترین حالت بیورزگی و فساد بسیاری از مسئولین و نهادهای دولتی ضعیف بودن نهادهای نظارتی و قضایی باعث شده که امروز ما تو کشورمون شاهد باشیم دزدا کسانی که پرونده اختلاس دارن زبون در بیارن اینقدر امثال همتی ها ببینید چطور امروز طلب کارن آقا فقط در ایران خوبی به خاطر ضعف سیستم دیگه که فقط در ایران کسی که جاسوس خائن دزد فلان همزمان زبونش هم درازه همزمان طلبکاره آقا وقتی تو کشور بابک زنجانی ایجاد میشه بچه جوون 27 ساله حالا خب سنش بالا به این ثروت میرسه یه جای کارش ایران داره اینم عرض می کنم اینم از فرهنگ ما ناشی میشه متاسفانه این همیشه بوده حکومت ها از آسمون نمیان خودمون رو ببینیم ولی در این حال باک های اساسی قانونی داریم باک های اساسی در نهات های نظارتی داریم امروز که تویت جالبی نوشته شد آقا اگر تو قضیه نمیدونم هفت دفعه اونا اگر اون به سرانجام رسید اولین کار محسنی اجایی که, رسید، که شد رئیس قوه قضایی دادستان قاضی پرونده های مثل پرونده هفته پا و چند تا بودن خیلی خبرساز بودن یه دادستان جوونی هم داشت میومد تو پرونده تلویزیون صحبت میکرد چیزاشو رو پخش میکرد خیلی محبوب شده بود همه اونا رو عوض کرد اونا کجا کجا... به کجا رسیدن چی شد این میره پیش اون حسه پر دردیست دوستان عزیز لیبرال ها تفکر اقتصاد لیبرالیستی تفکر سیاسی لیبرالیستی سم چه دولت حسن قولی دوست چه دولت ابراهیم ریسی تمام اینا دارن به اساس نگاه لیبرالیستی سود محوری نگاه نگاه به بازار و بیلان همه کارشون هم بیچاره شدن حقوق بگیران نابود شدن سرمایه های این کشور و بربه شدن یه طبقه کم اما هم برخوردار اصلا پردردیه دوستان هر طرفش این نگاه میکنی مصیبته و من راسیتش حالا حالا نمیبینم که این مثال زمینی این اینم بگم در آخرم بگم فساد در همه جا هست هر جا انسان هست فساد هم هست و در همین آمریکا هم تو خزی افغانستان در خود پنتاگون بودجش بالای 40 میلیارد دلار میلیارد دلار اون پول یه نفت ایران گم شده بود تو همون خزی افغانستانش حالا به جای دیگهش بماند و اینا هم در نظر بگیر که فقط ما که فساد نداریم ولی ما قوانین ناقص داریم قوانین بد داریم هنوز در زمینه حکرانی ما داریم با آزمون و خطا جلو میریم هنوز به یک روش ثابت شده یه دقیق نیازمند نرسیدیم آقا همین کپسول گاز من تو خونه سازمانی هم گاز کشی نیست آقا با کپسول گاز استفاده میکنه. آقا یه دفعه نایاب شد ای. بعد شدیم شده 500 هزارم 450 هزار تومن این مسئول شرکت نه اصلا درد مردم میفهمن یعنی چی 400 500 تومن یعنی چی حالا بعد اومدن اصلاحش کردن و بازم یه مصیبتی واسه جدید درست کردن ولی ما در زمینه حکرانی میگم ما مثل داریم آزمون خطا میکنیم این ناشی, می ناشی, از این میشه که تو برنامه قبل گفتم سردرگمیم ما هنوز یک اسلوب اقتصادی مدیریتی در کشورمون نداریم نمیدونیم میخوایم به کدوم سمت بریم اون دولت میاد این کار رو میکنه اون دولت میگه نه این راه اشتباهه ما بریم این کارا بکنیم مجلس هم هم وقتی دست لیبرالا میفته اولین طرحشو اون میگه لیبرالا ساعت یه ساعت بره جلو ساعت تابستونه میخوایم دست اصولگران میفته نه ساعت باید برگرده عقب هم خودش داستانیه دوستان قربون تو برم اوه برنامه چقدر طولانی شد تو باز از پیروز باشید